Bismillahirrahmanirrahim. Dost aziz, روز پانزدهم درس ام اس ورد 2013 است. خب، ورد خدا باز میکنیم. در آن نوشته میکنیم وین ورد. طریقه های باز کردن خوب بلد است ان شاء الله در روز اول خواندنی. خب، این را باز کردیم. خب. در کجا رسیده بودیم فکر کنم انزر ده خلاص کرده بودیم نی؟ اما یک چیز او روز از تکست باکس مانده بود. یک چیز بود کار نکرد؟ دو تا ایش مانده بود، دو آفشن ایش خواست. سعی کنین او دیگه ایش خساده هست ای را ببینین یا آفشن مانده بود در قسمت انزرت نی تکس باکس خود کل دانیات گرفتین چطور مثلا تکس باکس رسم کنین اینجا تکس باکس هست درست؟ مسایی به آر این دی مطالب نوشتین باش مطالبش کمتر نوشته کنین سه پروگراف فرضا نوشتیم نی مثلا بعد از تکس باکس استان بعد از تکس باکس شما مطالب دیگه هم دارین نی درست است؟ بعض اوقات تو میشه دوست عزیز که اینمی تکس باکس استان مطالبش بیشتر میشه درست؟ مطالبش بیشتر میشه و میخواین که اینه مقا مطالب از این متواخی از این مثلا در یک تکس باکس دیگه بیایه در قسمت پایین مطالب دیگه صحیح؟ خب متواخی که اگر در تکس باکس اولی جایی نمیشه بره در تکس باکس دومی شما در این قسمت چیزی را به نام ارتباط دادن تکس باکس ها میخوانید درست؟ او در کجاست؟ بسیار ساده این قسمت که تکس باکس انتخاب کردین یک تب به نام فرمت باز میشنی فرمت که باز شد کلک کنین فرمت ها در این قسمت create link است نی؟ تا شما اگر کلک از روی از این قسمت کلک نکده باشین او خو نمیه و زمانی که تکس باکس انتخاب کردین او میایه و فال میشنی وقتی فال شد شما create link کلک کنین create link کلک کردین کدام انتخاب کردین؟ تکس باکس اولی رو شما انتخاب کردین متواقی محتویات از این در کجا بریزه؟ در تکس باکس دومی ببینید یاد مثل یک دوله او واره شده نی؟ شکل دوله او گرفته کلک کنین؟ خب این حال بعد از این دو سایزیز این دو تا با هم لینک پیدا کرد سعی کنین اینجا یال پیشتر کریت لینک بود اما یالش نامش تغییر کرد به نام چی؟ بریک لینک بریک لینک به این معنی است که یعنی ارتباط قطع شوه پیشتر گفتین create link یعنی ارتباط برقرار شوه ما ارتباط برقرار کردیم فعلا نمیخوایم که بریک کنم یعنی این دو تکس باکس تان دو سازیز با هم ارتباط داره اگر محتویات شما در قسمت پایین ازی درج میکنین فرض کنین در اینجا اطلاعات انداختین جایی نشد رفت به تکس باکس دوم در صورت که شما در کدام تکس باکس کار میکنین در تکس باکس اول کار میکنین بنان این دو تکس باکس با هم ارتباط داره در بعض مواقع از این بخش هم استفاده کنید به درتان میخوره بخیر در دفترها که کار کردین در جایی تکس باکس ها با هم ارتباط بتین بعضی مطالب در قسمت اول پرتین در بعدی انداخته برین در تکس باکس های بعدی خود به خود انزرت میشه شما نه تنها با یک تکس باکس بلکه با چندین تکس باکس شما میتونید که ارتباط برقرار کنید درست است؟ عین طریقه مشکل نیست فهمیدین این آپشن ها؟ خب این بود درسی از باقی مانده که او آپشنی که کار نمیکرد از روز قبل بود نی؟ خب دلیت میکنم امروز دوستان عزیز از قسمت دیزاین شروع میکنیم درس خدا سابق در ورد 2010 دیزاین و پیج لی اوت یعنی در او اگر شما سعی کنین در ورد 2010 فقط شما پیج لی اوت دارین تبی به نام دیزاین ندارین صحیح است فقط به نام پیج لی اوت است و این آپشن هایی که شما در دیزاین میبینین اینا کلش در چی است در پیج لی اوت است اما در آفیس ورد 2013 ای اصلا مجزا شده صحیح است کارش کمی فرق کردن و جدا آوردن وقتی روش کار کردن گفتن خوبتر است که جدا باشه نی آپشن هایی که مربوطش است خب اولین کاری که شما دوست عزیز در این قسمت میخونیم از قسمت دیمز است صحیح دیمز
خب دیمز چی کارا میکنه دوست عزیز؟ برای پیش بردن درس خود ما ضرورت داریم که یک سلسله مطالب داشته باشیم، درست است؟ خب مطالب نوشتیم، یک عنوان برش میتیم به نام افغانستان، درست است؟ اسپیش غلط شد. افغانستان، مطلب دیگه کابل، مطلب دیگه هرات، و موضوع دیگه شما باشه فرزن کجا؟ مزار. خب شما دوست عزیز فرض کنین افغانستان هیدنگ عمومی و اصلی تان است نی؟ و کابل، هرات، مزار سب هیدنگ هست، یعنی عنوان های فرعی است، عنوان های فرعی از افغانستان است. خب اینا رو باید ما شما ایره بر کمپیوتر معرفی کنیم. ما شما خیال خود اینجا خود ما میشناسیم که افغانستان هیدنگ است، کابل هیدنگ فرعی است، مزار، هرات، اردش هیدنگ فرعی است، اما بر کمپیوتر معرفی کنیم که رو بشناسن. شناختنش خیلی خوب است، باز پسان درس بخیر دیگر میخوانین. شما وقتی که میخواین فهرست جور کنین فقط با یک کلیک کردن کامپیوتر چون شناخته عنوانا را اتومات بتون هیدنگ میندازه. این ضرور نیست که شما باز اونجا نشته کنین که افغانستان صفحه اول، هرات صفحه دو، اید صفحه سینی کتابار دیدین. خب درس بعدی فعلا اینجا رو متوجه باشین چطور ما اینا رو معرفی کنیم. فعلا همی قلم ها که خواندیم دمیقه اکتفا میکنیم. افغانستان چون هیدنگ اصلی ماسته بران هیدنگ ون بگیریم، سعیست؟ کابل هیدنگ دو بگیریم چون فرعی است، هرات هیدنگ دو، مزار هیدنگ دو، درست است؟ بیان یک ذره مطالب دیگه هم پرتیم که برای ما ساده تر شود. ای باشه پاکستان، صحیست؟ یک دوست ولایت اونجا را میگیم شو برای همه تونشته میشه دیگه میشه پایتخش هم نشته اسلام آباد. یک دیگه هم بگیم بس پنجاب، درست؟ خب در اینجا پشاور مثل افغانستان وره هیدنگ چی باید باشه؟ یک باید باشه نی؟ هیدنگ یک و پشاور هیدنگ دو، اسلام آباد هیدنگ دو باشه و پنجاب هم هیدنگ دو. البته دوست عزیز شرکت هم داره. خب پاکستان وقتی شما میخواین یا افغانستان که هیدنگ بگیرین کنترل یک بزنین، صحیح قبول میشه، و ای دیگرش کنترل دو. خب سعی کنین دوست عزیز اگر در قسمت ویو بیاین، قسمت ویو نویگیشن پن کلیک کنین، نویگیشن پن یک صفحه میانی وقتی کلیک کنین در اینجا میه. خوب سعی کنین معلوم دار دیلی سامگه ببینین افغانستان هیدنگ اصلی است، پاکستان هیدنگ اصلی، کابل، هرات، مزار، فرعی افغانستان، پنجاب، اسلام آباد، پشاور، فرعی پاکستان. خوب عنوانا رو اینجا شما میبینین، روی هر کدام شما که کلیک کنین شما رو در مطلب مربوطش میبره. درست؟ هدف از خواندن دیمز چی است؟ دوست عزیز دیمز که است؟ شما زمانی که از دیمز استفاده میکنین در ایتو داکیومنت ها داکیومنت هایتان بیشتر و بیشتر پروفشنال نشان میده. یالا هم خود یک داکیومنت است نی؟ اگر میخواین که کمپیوتر چی داکیومنت تان اسناد تان یا هر چیزی که دارین بسیار حرفه ای معلوم شود بنان از دیمز استفاده کنین، هم مقبول نشان میده و هم پروفشنال نشان میده. صحیح؟ خب سعی کنین ما میخواییم دیمز سر زی اپلای کنم. فعلا دوست عزیز سعی کنین زمانی که هر دیمز میگیرین اونجا فرق میکنه، درست؟
خب سعی کنید مثلا خب سعی کنید فعلا افغانستان هم هیدنگ است، کابل هم هیدنگ است، کلکشن هیدنگ است. در این قسمت بین انواع دیمز هست که در فونت شام در قسمت پروگراف ها، انوان ها، در فونتش، در تکستش، در همه چیزش تغییرات میه. خب سعی کنید من انتخاب کردم نی؟ نوشته فرق کرد. بین در قسمت هوم اگر بین سعی کنید بوکمن اولد شده نوع فونتش. سایز فونت چند شده؟ 14 شده نی؟ دوست عزیز شما این مطالب که میخوانین نوع فونت کارکرداش همه چیز چیست اینا کاربردهای خاص داره. مثلا شما در یک مکتوب رسمی مثلا برای وزارت خانه نشته میکنین، اگر او را با خط شکست و مقبول دیزاین کنین خب معنا نداره نی؟ خط ساده، خط عام، خطی که استاندارد باشه استفاده میشه نی؟ بنان این مطالب را که اینجا میگیم شما در زمانی که در یک جای قرار میگیرین باید اینا را در نظر بگیرین که چی نوع فونت شما باید استفاده کنین، چی نوع فونت پالیسی دفتر تان است. خب مطابق با اون نام فونت است. مثلا که ما نستعلیق نسخ همین گپا داریم نی؟ نامش است. شما اینجا انتخاب کردین نی؟ اینال بین در قسمت دیزاین یک دیمز هم بالای زی پرتین. خب از دیمز انتخاب کردین راستی یک دانه دیمز انتخاب کردین نی؟ وقتی دیمز انتخاب کردین این لیست میه. بعد از دیمز در اینی قسمت داکیومنت فارمتینگ دارین یک چیزه. داکیومنت شما را چی میتن؟ شکل میتن، فرمت میتنی که این از قسمت اگر شما مطابق برنگ انتخاب کنین، مطابق برنگ انتخاب کنین در اینجا سه کنین امیلیسی که در اینجا دارین تغییر میکنن چیست؟ هر قسمتی که رنگ انتخاب کنین سه کنین درست است؟ در این قسمت هیدنگ هستن باش یک شه بگیریم که درست؟ خب وقتی که انتخاب کردین در این قسمت بین یک از امی تایتل ها را انتخاب کنین سکر کنین چقدر داکیمنت ها تغییرات آورد؟ افغانستان هیدنگ اصلیست ببینین بگراندش تیگر نوشته سفید و پاکستان و اینایی که فرعی سگ همچنان یک بکگراند برش داد نی؟ خب این مقبول تر است و پروفیشنال تر و جذاب تر است یا قبلیش یا خوب تر است نی؟ استاندارد هم خب فهمیدین دوست عزیز؟ و زمانی که شما این قسمت انتخاب کنین بیاین در هوم بیاین سعی کنین رنگ نارنجی انتخاب کردین نی؟ داکیومنتتون به می دیزاین است در قسمت هوم بیاین در امیج استایل ببینین وقتی شما استایل ببینین استایل هم زیادتر به اون شکل نارنجی تر شده چیز دمی فیلم بریم بودشم درست؟ دیزاین اگر در این قسمت رنگی که زیادتر چی داشته باشه به این شکل باشه نی؟ سیست؟ یا اگر شما پس در تب هوم برین در قسمت استایل استایل رو شما خوانده بودین سعی کنین زیادتر کش به اون رنگ شد بیان استایل هست خب و به این شکل اگر شما یک داکیومنت نشته میگنید یه دیگه بسیار پروفیشنال برتون شکل میتنید در کجا بود دیزاین فهمیدین دوست عزیز از این قسمت کالر انتخاب میکنین از اینجا تایتل انتخاب میکنین از اینجا دیمزش انتخاب میکنین و همچنان داکیومنت ها نمیتونین که اگر از قسمت فونت نوع فونت شما تغییر بتین سعی کنین ایریال کوربل کاندرا هر نوع فونت که شما اینجا انتخاب کنین هم میتونین انتخاب کنین آف فونت شما نوعیت فونت فهمیدین اینو دیگه موضوع به نام پروگراف اسپیسینگ است فکر کنم موضوع ساده است قبلا در این رابطه شاید خوانده باشیم اگر گفتین نو پروگراف اسپیس بین پروگراف ها هیچ فاصله ایجاد نمیشه کامپکت هر کدامش بیاین اونم میبینید تغییراتش صحیح؟ و کستوم پاراگراف اسپیسینگ اگر این تنظیمات که اینجا هست یک فاصله ها خوشتان نامد طبق دلخواهتان شما میتونین که خودتان مثلا فاصله را تنظیم کنین بنان کستوم را کلیک میکنین همیشه در هر پروگرام کمپیوتری وقتی کلمه کستوم را چیندین کستوم به این معنی است که طبق دلخواهتان شما خودتان میتونین دستکاری کنین سیست
کاستومای وقتی کلیک کردین این صفحه میاد. این اینجا مثلا نشست پاراگراف پوزیشن، پوزیشنش چی باشه؟ پاراگراف اسپیسینگ اینا کل شده بخش پاراگراف خوندین. صحیح؟ مطالب تکراری است. بسش میکنم. ساده است گپنی. افکت چیکار میکنه دوست عزیز؟ خب سوال کنین. ما در امینجا فرضاً یک شکل ضرورت شد، یک آبجکت ضرورت شد نی؟ مثلا من انتخاب کردم یک آبجکت. اینجا شما یک شکل دارین نی؟ در اینجا. خب سعی کنین در قسمت دیزاین نگاه آمدین میتونین بالای زمین شکلتون بعض افکت ها را وضع کنین. این افکت هایتا میبینیم تاریکتر شد نی؟ دیگه افکت به این شکل دیگه افکت هر افکتی که شما کلک میکنین خوب و شکل ها که ببینیم این افکت انداختین بالاش نی؟ بران این انوای چی سک؟ افکت هاست. خب بعد از افکت یک آپشن دیگه است به نام سیت از دیفالت. دیفالت دوست عزیز چیزی که پیش فرض باشه نیم به شکل امو تنظیم شده باشه، شما از طرف کمپانی مثلا امو چیز تنظیمات شده باشه او رو دیفالت میگه. شما وقتی میگین سیت از دیفالت به این مناس دوست عزیز که شما امی تغییراتی که آوردین اینجا یعنی هیدنگ هایتان وقتی ما یک هیدنگ نشته میکنم هر داکیومنت امی که هیدنگ میتونم اوتومات امی قبول شوه، سب هیدنگ میتونم اوتومات امی قبول شوه، یعنی همیشه در کل داکیومنت ها ما امی دیمز و استایل و همه چیز انتخاب میکنم بنان امی برای همیشه باشه، دیگه ضرور نباشه که من یک وقت خود باز دوباره ضایع کنم. بنان اوتومات اینه میجا بگین سیت از دیفالت، سیت از دیفالت بگین یس. صحیح؟ خب سر کنیم من این داکیومنت کاملا بسته میکنم، ورد کاملا بخی بسته کردم، دوباره میخواییم که ورد باز کنم. ورد زمانی که من باز میکنم خب سعی کنیم مطالب نوشتم درست. خب هیدنگ یک همی که هیدنگ یک رو انتخاب میکنیم اوتومادم او استایل را که شما گرفته میگرفته با ده دیفالت آمد کابل هیدنگ دوست نی؟ همو دیزن بنان سیت از دیفالت شده کارتون ساده در زودترین وقت دیگه او کارهایی که شما قبلا تنظیمات کرده بودین ضرورت نیست. با بینیم تای قسمت مهنی جالب است کارایتون کارای دیزاین است. خب تب هم تب دیزاین است. غیر فعال کردی؟ بسیار ساده در قسمت دیزاین که آمدی در این قسمت رنگ را بگی که بگراند از اینجا مثلا یک تایتل دیگر را بگی باش کمی باشه که مقبول تر معلوم شوانی. موضوع دیگر دوست عزیز به نام واترمارک چیز داره. واترمارک زمان شما دوست عزیز از قسمت واترمارک استفاده کنید که یک موضوع شما دارین مثلا زیادتر کورس هایی کار میکنه یک چپتر جور میکنن یک کتاب جور میکنن یک کسی باز در بکگراند صفحتان در مغز صفحتان وقتی که چاپ میکنین یک چیزی مثلا نام کورستان باشه، نام اینستیتوتان باشه، پانتونتان باشه، مطلبه که دیگران نتونه که او را کپی کنه در نام خود کنه نی؟ اکثریت کسا میگیره یک چند مطالب شیعی سوسو میبره نام میزنه میگه یا ما چاپ کردیمش نی؟ واسه شما واتر مارک میمونین هر کسی که کپی کنه در بکگراند تو یک چیز میایه بران هر کس نمیتونه مطلب شما را سرقت کنه، دوزی کنه، به نام خود کنه فرضاً سرقت ادبی کنه نی؟ بنان شما در این کار میکنین که در بکگراند یک چیز میمانین بازو آدم دیگه یک وقت نداره که کتاب شما یا چپتر تا نبا نباز از روش تایپ کرده بره مثلا کتاب 1100 صفحه‌ای یا 500 صفحه‌ای دارین او از کلش تایپ کنه با سافتش بگیره باز در نام خود بزنه او قوصله باز کست نداره نی؟ او یک آدم بیکار باشه دیگه
در غیر از او باز به این خاطر شما از واترمارک استفاده کنین، کسی کار نکنه. روی واترمارک کلیک کنین. بعضی واترمارک ها آماده شده است. مثلا اگر نشته کردین که دونات کپی، خوب سکن در قسمت بکگراند آمده. باش که کمی روشن کنمش. درست است؟ میبینین؟ در بکگراند آمده دونات کپی. میخوانیم. یا مثلا یک جای دیگهش انتخاب میکنین. این دیگهش. چند قسمش است که اینجا آماده شده است. اون در قسمت بکگراند شما معلوم میشه. سیست؟ خب. اگر خواستین که واترمارک های بیشتر بگیرین میتونین بیشتر بگیرین. و اگر خواستین که ریموف کنین واترمارک ها میتونین کلک کنین ریموف میشه. پاک میشه. سیست؟ و یا ببین دوست عزیز مثلا اینایی که چند نمونه که اینجاست کارتان نیست، شما خودتان میخواین که واترمارک طبق دلخواه خود پرتین بنان روی کستوم میره. باز کلمه کستوم اومد نی؟ کستوم واترمارک. کلک کردین این صفحه میه. اگر قسمت آپشن اول بود به این معنی که نو واترمارک، ایج واترمارک نباشه اون نیست. اگر گفتین پیکچر واترمارک، خود یک عکس بیا واترمارک شده در بکگراند. بنان انتخاب کنین، سلکت پیکچر بگوین. اگر انترنت بود از انترنت برتون لود میکنه و اگر آفلاین داشتین در کامپیوترتون بنان ورک آفلاین کلیک کنین. مثلا من عکس خود انتخاب کردم انزرت اوکی. عکس ما آمده بسیار خیره. سیز؟ باز هم کلیک میکنیم. اگر خواستی که مو عکس روشنتر بیا بناهن واش اوت چکش وردار. و واش اوت مثل از این وارد که ششته شده باری باشه با مخاطر خیلی معلوم میشه. بنان رو تک شاور دارین که ششتگی معلوم نشه. در این قسمت اندازه زمون رو میتونین خورد کلام کنین. اما اکسی که در بکگراند است خیلی فعلا خیلی کلان است. 500%، 100%، بیا میره 50% میگیریم. سیست؟ اوکی. میبینیم؟ اون خورده رک آمده در وسط. خب البته که بعض عکس خدا خوادم نمیمونه باز یک عکس شما که عکس چی باشه باز بانه نه اونه کلمات شد نیم بران شما این شو تانستن که یک عکس واترمارک کنین و اگر گفتین نو واترمارک بران واترمارک وجود نداره. بعد از عکس دوستو عزیز بعد از عکس تکس واترمارک میخوین که نمیشته باشه بران تکس انتخاب کنین پکچر نی تکس تکس کلک کردین یا افشن همه مثلا در این قسمت تکسش نشته میکنین که مثلا من میخواییم که نامم باشه درست؟ تخلصم باشه نشته میکنم گوهری درست است؟ لنگویج انگلیسی است انگلیسی باشه مشکل نداره فونتش نوع فونتش شما میتونه از این انتخاب کنین چی نوع فونت باشه با کدام نوع نشته شوانی هر فونت را که انتخاب کردین سایزش چی باشه؟ اوتو باشه یعنی اوتوماتیک باشه یا اینکه نه سایز هستک انتخاب میکنیم اما بیا اوتو باشه اوتوماتیک باشه از این قسمت کالر رنگش انتخاب کنیم خب او که میاید در بکگراند به کدام رنگ باشه فرضاً زرد باشه سیست جیاگونال باشه یا هوریزونتال باشه یعنی افقی باشه و یا به شکل مایل باشه خب امو مایل مقبول تر است هوریزونتال گفتیم هوریزونتال مایل مایل درست؟ و این قسمت سیمی ترانسپرنت سیمی ترانسپرنت براتون شفافتر نشان میتشه کلیک کنین آمد خدا کنه که 1000 صفحه داشته باشین فرق نمیکنه در کلگیش واترمارک است بنان اگر من امیت یک چپتر داشته باشم کسی نمیتونه بگه که این امی کتاب من نوشتیم محتویات ما رو بگیره در نام خود کنن پس در اینجاست و یک چیز دوست عزیز متوجه باشین اکثریت کسا مثلا چپتر جور میکنن یا کتاب جور میکنن نمی کورس ها و اینا رو دیدین وقتی جور میکنن در قسمت اینمی قسمتی که واترمارک میدازن اونقدر حساس نمی باشن مقصد خوش دارن که پرتن واترمارک کسی پرتن رنگ سیاست واترمارک هم سیاه میگیره او رو تیره وقتی میدازن واترمارک به اندازه روشن می باشه که محتویات اصلی را کاملا گم میکنه شما وقتی میخواین مطلب رو بخونین نور دیگه خوانده نمیشه سیز همیشه کوشش کنین در این قسمت حساس باشین که واترمارکتان چی رنگ انتخاب میکنین کستوم واترمارک
و در این جگه آپشن سیم ترانسپرنت را پس کنم، اوکی کنم، روشن تر شد. خب اگر میال رنگ سیاه باشه ای این را بخواین روشن کنید چی نتیجه میتر؟ مهدی؟ چی خواهد شد؟ او را زیاد تیره بگیری کاملا مشتاج خوانده نمیشه نی؟ خب یک چیز دیگر هم اینجا شما را یاد بتم، یک تخنیک است. خب واترمارک یا خود یک روش اینجا بود که آپشنش از خورده کلان میکنه نی؟ یک تخنیک دیگر یاد بتم تانه هیدر فوته را خود خواندین خواندین نی؟ باشه که یک سفر را بانم دیگر آشه برتاد چی بانم؟ یک صفحه داری نی؟ خود دوست عزیز چطور میتونین کنمو واترمارک مثل از یک شکل شما اینجا دارین؟ یک شکل نی؟ دورش میتین؟ خوردش میکنین؟ یک تایش صد تا جور میکنین؟ هزار تا جور میکنین؟ طبق دلخواهتون کنترل سی کده بودین؟ کپی کده بودین؟ همون بایدوی کپی شده میره، پیست شده میره. 10,000 تا بخواین اونو پیست کده بودین میشه. اینه میتونه شما میتونین واترمارک هم بکشین از مغزش. اگر اون کسا یک کار تکنیک یاد نداره خوب متوجه باشین بین در کجا در هیدر بیم هیدر فوتر تانه فال کنین دابل کلیک کنین سیز زمانی که شما هیدر رو فال میکنین در اینجا چم در اختیار شما قرار میگیره واترمارک واترمارک خورد کن سیز مهدی آسان بود این حالا میتونین یک مطلبی جور کنید سکنید کنترول سی کنترول وی بعض چه را دیدین که چی میکنن انتخاب میشه کنترل سی کنترل وی بعضی سرتیفیکیت ها رو دیده باشه میتونه در بکگراند خود یک چیز دارن این پر از یک چیز مطلب بیرن این تخنیکه یک چیز پر از این یک چیز است آسان خوبش بود جالب بود یه بود واترمارک سیز خب داکیمنت جدید کنترل دبلیو این داکیمنت ها بسته میکنه خب اما ورد بسته نمیکنه کنترل دبلیو فقط امی داکیمنتی که باز کرد این بسته کرد اما ورد بسته نکرد کنترل این داکیمنت جدید کرد مسای رینت در دیزاین در این قسمت یک چیز به نام پیچ کالر دارین یکی گپ ساده است کلیک میکنین صفحتون کدام رنگ داشته باشه صحیح است خب در این قسمت آپشن هاست که نو کالر اگه گرفتین هیچ رنگی نمی باشه مور کالر اگه گرفتین مثلا این رنگایی که در اون قسمت دو کالر باکس برتون آمده کفایت نمیکنه بنان کلیک کنین از اینجا مثلا بعض رنگای دیگر رو شما ترکیب کنین جور کنین صحیح است مور کالرز کستوم اگه انتخاب کنین حتی میتونین که خودتون رنگا را مخلوط بسازین رنگ جور کنین البته با سه چیز کار میکنه رید گرین بلو یعنی آر جی بی فتوشاپ بخیر بخورین میفهمین آر جی بی چی است صحیح اینه که کلک کردین به شکل آمد بران امو رنگ را که شما انتخاب کردین در اینجا میه اون قسمت پایین درست است؟ و قسمت فیل افکتس اگر گرفتین میتونین که چند کارای دیگه کنین گریدینز انتخاب کنین اگر وان کالر گرفتین یک رنگ است دونه یک رنگ است نی؟ اگر تو کالر گرفتین میتونین بگین که امی صفحه ما یک رنگش به این شکل باشه یک رنگ دیگه شما به این شکل باشه
یک رنگ بگیریم که خب سیز تقریبا نمیشه سیز اوکی کنین دو در اینجا شما سعی کنین دوستان در این قسمت باز رادیو بتناسک اینایی که شما فقط از این لیست فقط یک دوشک انتخاب میکنین شکل دایره یک مانند داره این به نام رادیو بتن یاد میکنه خب در این رادیو بتن شما یک نوشه فقط انتخاب میتونین سعی کنین همو دو رنگی که دارین با کدام شکل باشه به این شکل باشه ورتیکال باشه دیاگونال اپ باشه هر قسمی که شما انتخاب میکنین صحیح انتخاب کردین اوکی بگین بنان صفحیتون امو بگراند گرفت درست است؟ فیل افکس از این رنگ هایی که مثلا دو رنگه بود اگر خواستین که پریسیت بگیرین رنگ اینجا ترکیب شده هست انتخاب کنین هر رنگی را که شما انتخاب میکنین مثلا به شکل باشه درست؟ یه دیگه نباشه فیل افکس خب از این بر ضرورت مثلا کار ندارن میخواین که از تکسچر استفاده کنین تکسچر انتخاب کنین فرضاً این انتخاب کنین بنانی تکسچر شد سیست و پیچ کالر تا فیل افکس در اینجا تکسچر های زیاد است نی شما میتونین انتخاب کنین و اگر تکسچر اگه بود تکسچر های دیگه هم داشتین میتونید که آنلاین بگیرین آفلاین اگر داشتین بگیرین اوکی کنین یه تکسچر شد سیست ای بود پیچ کالر اگر خواستین که نباشه بنا نو کالر بگیرین سیست بیاین دیگه دوست عزیز یک چیزیز به نام پیج باردر باردر خودش چی را مانا میتن؟ مرز مانا میتن؟ بین پیج باردر پیج کالر اضافه کردن واتر مار پیج باردر کلش که در تابی دیزاین است و دیمزا همه چیزایی که براتون گفتم اینو کلش تاثیر داره روی چیتان روی اپیرنس یا نمای داکیومنتتان هر چه از اینا شما دقیق تر با سلیقه تر استفاده کنید داکیومنتتان بیشتر چی میشه حرفه‌ای تر میشه پروفشنال تر میشه بنان در قسمت پیج باردر میم پیج باردر کلیک میکنیم پیج باردر کلیک کردین اینجا چند آپشن است یکی باردر است یکی پیج باردر است یک شدینگ تنها باردر تنها یک است تنها یک پروگراف بر شما باردر میده مثلا این پروگرافی که در اینجا که انتخاب کردیم نی اگر تنها او رو باردر دادین بنان انتخاب کنین باردر بگین نه نگه گفتی هیچ اگر باکس گفتی بنان اوکی کردی بنان امو قسمت باردر کرد باردر گرفت درست و اگر باردر گرفتی میتونی مثلا که بگی طرف چپش هم نباشه طرف راستش هم نباشه فقط قسمت بالا و پایینش باشه باردر میگیره خب اوکی نکردم خب و اگر خواستین که باشه بنام میباشه درست فهمیدین قسمت هر قسمتی که باردرش نخواستین میشه که نشه شیدو اگه گرفتین امو پروگرافتان یک سایه میگیره گب ساده است و در اینجا استایل های باردر هاست که به کدام باردر بگیره و در این قسمت رنگ امو باردرش هست درست؟ برای از امو چه قباشه از امو باردرتان به شکل آرت هنری باشه باردر درست 3D باشه یعنی شکل سی بودی شکل داشته باشه یا کستوم که میگه پایش ساده است درست اوکی کنین بنان ایامت ما چی رو انتخاب کنیم ما پیج باردر انتخاب کنیم باید باردر انتخاب کنیم این تنها برای یک پروگراف کار میکنیم باردر انتخاب کنیم صحیح است و پیج باردر آپشن است که در تمام صفحه و خدا کنه که یک صفحه داشته باشین 100 صفحه 1000 صفحه داشته باشین وقتی که باردر اپلای میکنین کل شینی باردر میگیرنی بنان اگر ضرورت میشه برای باردر بنان از باردر انتخاب کنین باردر انتخاب کردین قسمت استایلش مثلا بعضی کسا میخواد که تنها سه خط باشه نی اتوماتیک رنگ باشه خلاص اندازیش باشه اوکی خب اینجا براتون یک آپشن میاد در کامبو باکس وقتی کلیک کنین میگه هول داکیومنت باشه دس سیکشن باشه دس سیکشن فرست پیج اونلی دس سیکشن آل
except first page. اگر whole document گفتین ما شما مثل یک کتاب باری کتاب میتونه فصل فصل داشته باشه یعنی تمامش بردن میگیره اگر گفتین this section به این معناست که مثلا چپتر دوم بگیر و مثلا چپتر اول و دیگران نگیره یعنی بخش بگیر سکشن جور کردن بخیر باز یاد میگیرین خب در پیج لیاوت میخونین و اگر گفتین که this section first page only اگر یک سکشن جور کنین فقط صفحه اول میگیره دیگرش نمیگیره و اگر this section all except first page یعنی اگر شما یک فصل داشته باشه سکشن داشته باشه فصل اولش نمیگیره متباقی صفحاتش کلش باردر میگیره آپشن ها میتونم نامه تسیز خب ما فعلا چون دیگر سکشن نداریم میگیم whole document انتخاب میکنیم اوکی بنان باردر گرفتیم کنترل سی کنترل وی هر چقدر صفحه شما زیاد داشته باشین کلش عین باردر میگیره فهمیدین پیج باردر و دوست عزیز اگر ضرورت شد که از این قسم باردر استفاده نکنین باردرای هنری که در اینجا هست کلیک کنید انتخاب کنید بنان امو باردر میگیره درست است و یک به دیگر در قسمتی که باردرار هم که شما انتخاب میکنین دوست از حساس باشید مطلبتون مثلا مطلب علمی بود باز باردری نتین که مثلا اینجا چی باشه سیب باشه مثل از او آدم دیگه باره که مطلبش یک مطلب علمی چی بود دیگه مونوگراف بود باز نشته کده بود بنام پیوند هندی قلب ها نه؟ کارتالوسیون دیگه هر چیزه بم رقمش درست است؟ آپشنز است تنظیمات است تنظیمات انتخاب کنین مثلا قسمت مارجنز حاشیه است که شما انتخاب میکنین برای البته این کارا کلش قسمت باردر با محتویات است از باتم چقدر باشه لیفت هم کم میکنون خوب سیدن تنظیمات ساده است نی؟ یا تکس همه که باشه ایج آف پیج اوکی کنین یعنی محتویاتون نزدیکتر شد با باردر درست است؟ این بود موضوع چی؟ باردر و قسمت شیدینگ شیدینگ چی مونو؟ سایه دادن یک مطلب انتخاب بدیم پیج باردر قسمت شیدینگ نو کالر انتخاب میکنیم و سولید 100% بینقه رنگ امون نقطه هایشون با چکل هم شکل باشه سرخ باشه اپلای تو پروگراف یا تکس بلای پروگراف ها بیر اپلای کو یعنی انجام بشه اوکی کو میبینیم اون اون قسمت رو که شما انتخاب کرده بودین سلکت شد و بر شک سایه داد و نقطه چین هم ساختش نیم خب دوست عزیزی بود این تب دیزاین بود درست است؟ انشاءالله بخیر فردا از پیج لی‌آوت شروع میکنیم درس.